در مورد دشنام دادن من بارها گفتم که این از جمله مکارم اخلاق هست در دین تشیع که به مخالفینشون دشنام بدن. در اصول کافی، دوستان عزیز این روایت رو نشون بدید، این کتاب کافی، اینم شناسنامش، اینم این مطلبی که در اینجا آورده، میگه که از امام صادق گفتن که از پیامبر، دروغ به امام صادق و دروغ به پیامبر، هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید از آنها بیزاری جویید و بسیار با آنها دشنام بدهید و درباره آنها بد گویید، بسیار با آنها دشنام بدهید. تنها دینی که در روی کره زمین دشنام دادن جز مکارم اخلاقشه، کفتارنیک و پندارنیک و کردارنیک. ای کاش شما زردشتی باشید، مرد باشید، زردشتی باشید، نیم کیلو زردشتی باشید، مرد باشید، به تعالیم زردشت عمل بکنید، کاش کی زردشتی باشید. به آنها دشنام بدهید. و در پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من برای اینکه مکارم اخلاق رو در بین مردم تکمیل بکنم. و قرآن کریم و احادیث پیامبر ما را امر می‌کنه به حرف نیک، حرف شایسته زدن. در دین تشیع میگه که و بسیار به آنها دشنام بدهید و درباره آنها بد گویید و تن بزنید. برای شما در برابر این کار حسنات نویسند و درجات آخرت را برای شما بالا ببرند. آقای مجلسی چی گفته؟ ایشون که تصحیح و تضعیف میکنه این روایت ها رو، گفته شده که مقصود از آنها کسانی هستند که دینشان بر پایه گمان و توهم فاسد است، چون علمای اهل خلاف. علمای اهل خلاف به اصطلاح منظور علمای اهل سنت است. دقیقاً خمینی هم همین اعتقاد رو داره. مکاسب المحرمه، یعنی از امام خمینیشون جلد اولش در اینجا در صفحه 250 کلاً این مطلب رو میاره که باید از اونا اعلان براءت بکنیم، باید به اونا توهین بکنیم، اهانت بکنیم. فلا شبهت فی عدم احترامهم، این شبهه نیست که نباید اونا را احترام کرد، یعنی اهل سنت رو. بل هو من ضروری المذهب کما قال المحقق، اعلان براءت و بیزاری و تهمت زدن به اونا. بل الناظر فی اخبار الكثيره فی الابواب المتفرقه لا يرتاب فی جواز حدكهم، جواز حدك حرمت و البقيه فيهم، تهمت زدن به اونا. بل ائمه المعصومين اكثر في التعني واللعن عليهم و ذكر مصائب، بلکه میگه ائمه چیکار کردن؟ ائمه معصومین زیاد تن و لن بر آنها وارد کردن و بعد به اصطلاح کارهای زشت اونها رو، حالا به نظر اینا که زشت هست، رو بیان نمودن. به خاطر همین خمینی میاد به این سنتی که به اصطلاح خودش پایه‌گذارش بوده عمل میکنه. و ببینید که چگونه به اصحاب پیامبر و به ام المؤمنین عایشه صدیقه توهین میکنه. این کتاب طهاره خمینی است، صفحه 457 در این مطلب میگه مانند عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و کسانی که مانند اونها هستند و کسانی که دشمنی با ائمه اهل بیت دارن، نه به عنوان تدین بلکه عداوت به خاطر قریش یا بنی هاشم یا عرب یا به خاطر اینکه قاتل فرزندش یا پدرش باشه او غیر ذلک، این نجاست ظاهری رو برای اونها ثابت نمیکنه. و این کانو اخبس من الکلاب و الخنازیر، در حالی که اینها، یعنی عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و ماننده آنها، کسانی که اونها را هم دوست دارن، اینها خبیستر از سگها و خوکها هستن. خمینی هم دقیقا به همین دین آبا و اجدادش به کلینی و به مجلسی عمل کرده بوده. Oh.